صدای احمد بهزاد هنوزم در گوشای مردم است. صدای آجیزایر قدیر هنوزم در گوشای مردم است. صدای جنبش روشنایی در دیمزنگ هنوزم در گوش مردم است که رهبر داعش در افغانستان کسی دیگه نیست جز حنیفه اتمر. و آله از شما میپرسیم بیندای گرامی نوشتیرک میخوانیم که شما در رابطه با حنیفه اتمر چه فکر میکنیم؟ نشته بسیار جالبی است. این بار درباره حنیف اتمر در این مقاله ما هیچ قضاوت و یا تخیل نمی کنیم، تحلیل نمی کنیم، صرفا نقل قول میدیم و قضاوت را به شما خوانندگان و بیننده‌های گرامی واگذار می کنیم. پایان این مطلب باز است و شما هر آن چی درباره این فرد می دانید بنویسید. شما هم می توانید همین لحظه که برنامه را از طریق فیسبوک لایف می بینید داشته هایتان بنویسین و یا در سایت یوتیوب که شما میبینین داشته هایتان بنویسین و یا از طریق ایمیل هم شما میتونین برای ما داشته هایتان ارسال کنین. حنیف اتمر متولد 1347 در ولایت لغمان است. اصلا متولد 1236 و اسناد تحصیلیش را از بریتانیا به دست آورده بین سالهای 1371 تا 1381 سمت های مهمی در مؤسسات غیر دولتی داشته است. در سال 1381 سمت وزارت احیا و انکشاف دهات، در 1385 وزیر معارف و در 1387 بیست وزیر داخله کار کرده است. ارگ در گذشته چی میگفت برای اتمر؟ اتمر با صداقت انجام وظیفه کرده است. ارگ در حال حاضر اتمر رقیب غنی شده و انگلیس ها از هو امایت میکنند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی اتمر به جای اینکه برای ارگ مهمت واقع شود فضا را پیچیده ساخته و بیرون از صلاحیتهایش مداخله می کند. زایر قدیر معاون پیشین مجلس نمایندگان اتمر داعش سازی می کند و من در این رابطه اسناد دارم. جنبش روشنایی اتمر در حادثه خونین توی مزنگ دست دارد. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری اتمر در کمین بر من قصد کشتنم را داشت. کریم متین والی پیشین پکتیا اتمر پولهای زیادی را از در پروسه داعش و طالب سازی مصرف میکند. صلاح الدین ربانی پس از حمله انتحاری بر مراسم جنازه شهید سالم یزدیار از حکومت خواست اتمر باید برکنار شود. جمعیت اسلامی بخش اروپا اتمر خادیست یک پایش را در جنگ بر حلای مجاهدین در جلال آباد از دست داده است. بشر دوست اتمر در کنار انجو سالاری بانس بازی یکی از چپاولگران منطقه شیرپور شهر کابل نیز می باشد. حضرت علی عضو مجلس قسم یاد میکنند که اتمر همه چیز را در برای داعش می دارد و پول آنها را از اینجا می دهد. جنرال نقیب الله عضو مجلس اتمر برای خانواده های داعش در ولسوالی برمر پکتیا پول توزیع کرده است. یک کارمند ارگ اتمر در همه امور مداخله می کند و نماینده انگلیس ها در حکومت است. یک مولوی از شورای علما اتمر از نام دین سوء استفاده کرده و به نام مدارس دینی فعالیت های مشکوک طالب سازی داشت. ملا سعدالدین سعید وزیر پلان زمان طالب ها اتمر در زمان حکومت طالبان با مؤسسات خارجی کار میکرد و با انگلیس ها به کابل می آمد. امان الله نام یک دوست سابق اتمر، اتمر مامور انگلیس ها بود که به دستور انگلیس ها به کمک امریکایی ها آمد. ویکیلینکس اتمر از شرکای امریکایی داینکورپ انترنشنل جهت استفاده مواد مخدر و برگزاری محفل بچه بازی برای پلیس افغان در قندوز پول می گرفت. عضو حزب خلق اتمر از پلیدترین شکنجهگران استخبارات حزب خلق بود و در بین زندانیان به نام متخصص فش و ناسزاهای رکیک شهرت داشت. عضو حزب پرچم اتمر بسیار مزمانه تلاش کرد تا هویتش را پنهان کند و بر جنایات مرتکب شدهش پرده بیفکند. یک جمعیتی اتمر جزو پشتونهایی است که به خاطر حفظ منافع قومی دست از تفکرات کمونیستی برداشته و به نفع امریکایی ها تغییر موضع داده است. یک فرمانده جمعیت در شمال اتمر در تمامی ترورست های رهبران شمال دست داشته است. یکی از امرزمانش اتمر تحصیلات عالی دانشگاهی ندارد ولی کورس موقت زبان و انکشاف دهات را در انگلستان خوانده است. عضو ارشد جنای کرزی اتمر موره انگلیسی و یکی از عناصر اصلی ساخت سیستم فاسد کرزی است که با انجیو سالاری میلیون ها دلار را برباد داد. برخی از مردم اتمر در پس شریک برای مظاهره کنندگان در جمعه 12 جوزا دست دارد.
کارمند وزارت داخله اتمر در زمانی که وزیر داخله بود زمینه کشاندن ناامنی ها از جنوب به شمال را پیریزی کرد. سخنگوی سابق وزارت معارف مکاتب خیالی از مناطق ناامن طرح اتمر بود که بخش در زمان وردک اجرایی شد. این بود مشخصات اتمر. واقعا جای تاسف است که چنین دانه سرطانی، چنین دشمن واقعی مردم در گوشی از ارک نشسته و اینمی کشور ما را امروز واقعا اینمی خائن ملی اداره میکند و هیچ کس هم نیست. مردم صدای خود را بلند کردن بر علیش، اما وقتی که دیدن که کار از دستشان ساختنی، سکوت اختیار کردن. و ما یقین دارم که روز غنی که اتمر به اصطلاح شاگرد وفادار خود اعلان میکنه، در کاروانی که در هر قبلا بوده، یعنی کاروان ترکی و شاگرد وفادار، به همین کاروان ای هم خواهد پیوست.